همراه هستیم با نرگس هورخش، همکارم از استانبول. نرگس، به نظر میرسه که تلاش چند جانبه برای پیوستن سوئد به ناتو آغاز شده. برای ما بیشتر بگو از جزئیات این خبر. بله، تلاش ها از روزهای نخست پیروزی آقای رجب طیب اردوغان در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری این کشور آغاز شد، وقتی که بایدن رئیس جمهور آمریکا در نخستین تماس تلفنیش با آقای رجب طیب اردوغان از او خواست که مقدمات پیوستن سویدن به ناتو را فراهم کنه و در هر صورت این مذاکرات را به پیش ببره. حالا هم آنتونی بلینکن در تماس تلفنی که با وزیر خارجه ترکیه آقای مولود چاوشوغلو روز سه‌شنبه داشته، در مورد همکاری‌های دو جانبه دو کشور صحبت کردند، در مورد همکاری‌های صنایعی و دفاعی صحبت داشتند. در کنار اینکه اصلی‌ترین موضوع به نظر می‌رسه بحث مذاکرات پیوستن سویدن به ناتو بوده، بلینکن از چاوشوغلو و از آنکارا خواسته که هر چه زودتر زمینه پیوستن این کشور به ناتو را فراهم کنه و به باور آمریکا سویدن و فنلاند مقدمات که رسیدگی کنه به نگرانی های ترکیه را از قبل برداشته و این گام های بسیار مهم هستند و دیگر دلیلی وجود نداره که ترکیه در این راستا اعتراض دیگری داشته باشه. انتظارها بر این بود که پس از این که انتخابات ترکیه به پایان برسه، در هفته نخست این مشکل رفع شود و ترکیه در هر صورت موافقت کنه که این کشور به ناتو بپیونده. این در حالی است که دبیر کل ناتو هم روز گذشته در نشست غیر رسمی که با وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو داشت، این به این مسئله تاکید کرد که او معتقد است هر چی زودتر ترکیه چون این گامی را خواهد برداشت و آنها در صحبت هایی که قبلا و پیش از برگزاری انتخابات داشتند به این مسئله پی بردن که قرار است حتی در یک هفته آینده چنین اتفاقی بیفته. این در حالی است که مقام های وزارت خارجه سویدن هم از دیدارهای هر چه زودتر میان دو کشور خبر دادند و وزیر خارجه این کشور گفته بود که ممکن است روز پنجشنبه که فردا است چنین دیدارهای میان وزیران خارجه اتفاق بیفته، چیزی که پس بعدتر سخنگوی وزارت خارجه سویدن را رد کرد و گفت که چون مولود چاوشوغلو در نشست روز پنجشنبه در اسلو حضور نخواهد داشت، چنین جلسه برگزار نخواهد شد. ممنونم از تو نرگس هورخش.